به نام خدا میلاد مروتی از اکادمی لانن فایلز هستم و با آموزش آشنایی با سی پنل با بخش دهم ده در خدمت شما خواهیم بود. تو جلسه قبل کار با قسمت فایلز رو دیگه به اتمام رسوندیم و این جلسه کار با قسمت دیتابیس و باکس دیتابیس رو میخوام با هم آغاز بکنیم. همینطور که میدونید پایگاه داده یا دیتابیس یک بخش جدا نشدنی از در واقع سایت ما اگر میخوام سایتمون به صورت داینامیک و پویا باشه و شما با استفاده از پایگاه داده این امکان رو میدین که سایتتون به صورت پویا باشه و تمام مطالب سایتتون داخل پایگاه داده بیاد و ذخیره بشه و حالا پایگاه داده اکسس ما انواع پایگاه داده خب داریم یکیش همون مای ولی فکر کنم مثلا پایگاه داده اکسس بیشتر مفهوم دیتابیس رو برسونه چون به اصطلاح دیتابیس شامل جدول ستون فیلد میتونیم یه مقدار رو بهش اضافه کنیم و میتونیم یه مقدار رو ازش حذف یا دیلیت کنیم اما داخل سی پنل به اصطلاح که میاد پشتیبانی میشه دیتابیسی که پشتیبانی میشه مای چونکه چون که از به اصطلاح سیستم عاملی که روی سرور نصب به لینوکس و لینوکس هم از دیتابیس مای اسکیول پشتیبانی میکنه اما برای اینکه من بیام و یک دیتابیس حالا برای سایتم بسازم و از اون استفاده کنم وارد باکس دیتابیس میشم و از این قسمت روی MySQL دیتابیس کلیک میکنم یا اینکه این قسمت رو میتونید از این فیلد سرچ این رو جستجو کنید و بیایم پیداش بکنید من این قسمت رو روش کلیک میکنم تا وارد صفحه مربوطه بشم شما از این قسمت و تو این قسمت میتونید دیتابیس لازمتون رو که برای حالا سایت نیاز دارین رو میتونیم بیایم بسازیم خب من کارم رو از این قسمت اول شروع میکنم اول یه توضیح اجمالی در مورد هر کدوم از این بخش میدم بعد حالا میام و ریز میشیم و به صورت کامل توضیح میدیم تو قسمت کرید نیو دیتا بینز شما میتونید بیاین یک پایگاه داده جدیدی رو درست بکنی که پسوندش اون به نام کاربریتون یا اندرسکور و اینجا هم میاد و نام دیتابیس مورد نظر ساخته میشه و تو قسمت مودیفای دیتابیس اون دیتابیس هایی یا پایگاه داده ها رو میاد چک میکنه و اگر نیاز به تعمیر بود میاد تعمیر هم میکنه و تو این قسمت کارن دیتابیس اون دیتابیس هایی که یا پایگاه داده هایی رو که شما ساختین رو میتونید از این قسمت ببینید و یا اگه تعدادی زیاد بود میتونید از این قسمت بالا جستجوش هم بکنید تو قسمت MySQL Users از اینجا به بعد دیگه کار با یوزرها آغاز میشه و تو این قسمت میتونیم یه کاربر جدیدی رو درست بکنیم با پسوند نام کاربری که وارد هاست میشیم و به اضافه یه تو قسمت اینجا تو قسمت Add User to Database اون کاربرایی رو که ساختیم به پایگاه داده هایی رو که مورد نیاز اون هست متصل می کنیم و از این قسمت کاربرایی که ساختیم رو می اینجا نگاه بکنیم و در صورت لزوم مدیریت بکنیم نکته اینه که اگر شما به صورت تازه هاستون رو خریداری کردیم و برای اولین باری که تو این قسمت میای قاعدتا قسمت کارن دیتابیس چیزی رو نمیتونی مشاهده بکنی چون هنوز دیتابیسی رو نساختی من میام از این قسمت یک ای رو میام میسازم به عنوان مثال مثلا اینجا مینویسم که تست پارس پارنیا اندرسکور تست و این کریت دیتابیس رو میزنم و وقتی که این پیغام رو به من بده با این تیک سبز یعنی که دیتابیس من با موفقیت ایجاد شد میام روی گزینه گوبک کلیک میکنم تا یه قدم برگردم عقب حالا تو این قسمت میتونم دیتابیس هم رو چک بکنم اینجا نگاه بکنید این دیتابیس رو انتخاب میکنم چک دیتابیس رو میزنم اما چون که هنوز فیلدی یا ستونی داخلش نیستش قاعدتا چیزی به من نشون نمیده من بیام یه دیتابیس رو انتخاب بکنم که توش یک جدولی باشه این انتخاب میکنم چک دیتابیس رو میزنم نگاه بکنید این جداولی که داخلش وجود داره اگر به صلا درست باشه وضعیتشون استاتوس رو اینجا برابر با اوکی میگیره الان میبینید اینجا همش اوکی هستش من برمیگردم عقب و اینجا مینویسی چک کامپلت میام یه قدم برمیگردم عقب با گوبک میام این قسمت و همین رو یه بار دیگه انتخاب میکنم ریپیر دیتابیس رو میزنم اگر نیاز به تعمیر داشته باشه این بیا تعمیر بکنه البته بعضی از این جداول رو سه این جداول که اینجا در واقع دازدات ریپیر ساپورت ریپیر پیر میزنه یعنی این جدول این قابلیت رو نداره که بیا تعمیر بشه ولی بعضیاش رو نگاه میکنید اینجا استاتوس رو برابر با اوکی okay در نظر گرفته. من یه اینجا گوبک رو میزنم و بل میگردم به عقب یه این قسمت زیر پس این از این دوتا قسمت که تو قسمت create نیو database یک پایگاه داده رو ایجاد می کنید و تو قسمت مودیفای دیتا بیس رو چک و اگر نیاز باشه تعمیر میکنید اما تو قسمت current دیتا بیس انا من این دیتا آخری رو اومدم ایجاد کردم تو این قسمت که نام دیتابیس رو میتونید مشاهده بکنید تو این قسمت سایز میزان حجمی رو که این دیتابیس یا پایگاه داده آمده استفاده کرده و تو قسمت پریویلیج یوزرز اون در واقع کاربرایی که به این پایگاه داده متصلن رو میتونیم ببینیم مثلا یه پایگاه داده من اینجا دو تا کاربر رو اومدم متصل کردم تو این قسمت اکشن میتونید اینجا این رو رینیمش بکنید یعنی این دیتابیس رو اسمشو من عوض میکنم یا اینکه میتونم از این قسمت دیلیتش بکنم به عنوان مثال مثلا من اینجا این تست رو میذارم تست یک و رو این کلیک میکنم و اینجا در واقع میاد رینیم میشه نکته رو که دوستان حتما باید بهش توجه بکنن این مدت زمان رینیم شدن یه خورده تفاوت داره مثلا اون در واقع پایگاه داده هایی که حجمشون بسیار زیاده و تعداد حالا فیلدها ستون که حجمشون از لحاظ سایز زیاده قطعا رینیمشون خیلی طول میکشه و باز نکته ای رو که باید دقت بکنید رینیم شدن تو گاهی از به تو برخی از مواقع باعث خراب شدن دیتابیسمون میشه یعنی اگه فرض کنید این به صورت دیتابیس تستیه که من اگه حجمش بالا بود و فیلدها و ستونهای خیلی زیادی داشت من اگه اینو رینیم میکردم تمام اسم جداولم عوض میشد تمام داده های من از بین میرفت و بهتره که اون به دیتابیس ها یا پایگاه داده هایی که حجمشون بالا هستش شما بیاین از این قسمت سرچ بیاین بکاپ رو سرچ بکنید و یک نسخه پشتیبان با استفاده از اون آموزش هایی که توی جلسه قبل من بهتون دادن یک نسخه پشتیبان بیا و تهیه بکنید تا اگر هم یک موقع پایگاه داده خراب شد داده هاش خراب شد یه نسخه بکاپ حداقل ازش داشته باشین تا دچار مشکل نشین این از این در واقع توضیح مهمی بود که بعد خدمتون عرض می کردم و از این قسمتم میتونم بیام و این رو دیلیت بکنم اگه این قسمت دیلیت رو به صلا من بزنم وارد یه صفحه میشم و از اون صفحه تو اون صفحه از من میخواد که آیا مطمئنم میخوام اینو حذف بکنم یا نه و اگه دوباره از اون قسمت من دیلیت رو بزنم دیلیت دیتابیس رو بزنم این میاد حذف میشه اینجا من کنسل رو میزنم یعنی نمیخوام حذفش بکنم و دوباره میخوام برگردم به همون صفحه قبلی من برگشتم به همین صفحه قبلی و این قسمت رو اجازه بدیم من این قسمت پایین رو توضیح بدم بعد دوباره برمیگردم به این قسمت پریویلیت users و این قسمت رو توضیح میدم تو قسمت add user یا add new user شما میان یه کاربری یک کاربری میسازی کاربری رو که شما میسازین هیچ ربطی به قسمت های دیگه سی پنل نداره و این صرفا جهت دسترسی به پایگاه داده ساخته میشه به عنوان مثال مثلا من یک کاربر به عنوان مثلا تست بیام درست بکنم و از این قسمت پسورد بیام اینجا یه پسوردی رو انتخاب بکنم اینجا این انتخاب بکنم و روی یوز پسورد کلیک بکنم اینجا این به اصطلاح ایجاد میشه از این قسمت در واقع وری استرونگ میده که میگه پسوردت قوی هستش و این قسمت روی create یوزر کلیک میکنم و اینجا وقتی این پیغام رو نشون بده یعنی تمام کار من با موفقیت انجام شد روی گوبن کلیک میکنم تا به اصطلاح برگردم به مرحله قبل خب و تو این قسمت current user اون یوزر هایی که رو ساختیم رو میتونید از این قسمت مشاهده بکنید تو این قسمت یوزرز که نامش تو این قسمت اکشن میتونیم بیاین و اگه مثلا من روش کلیک بکنم دوباره این قسمت رو میاین و پسوردش رو عوض میکنید و حالا میتونید از این قسمت پسورد جنریتور یا اون پسوردی رو که مثلا مد نظرتونه رو بنویسید من یه بار دیگه میام عقب و این قسمت میاین اون کاربری رو که به اصطلاح ساختین رو رینیمش میکنید مثلا من این رو دوباره اینجا بزنم مثلا تست یک و اینجا روش کلیک میکنم و الان این باید نام کاربر من باید عوض بشه و از این قسمت هم میتونید مثلا هم کاربر مورد نظرتون رو اگر میخواین حذف بکنید این قسمت add user to database من مثلا میام این کاربری رو که الان نگاه کنین این بالا اومدم یک دیتابیسی رو ساختم این پایین اومدم و یک کاربری ساختم حالا این دوتا رو میام به هم مرتبط میکنم یعنی این کاربری رو که الان من ساختم تست این رو متصل میکنم به پایگاه داده تست یک و روی اد رو کلیک میکنم من الان به یک صفحه دیگه میبره تو این قسمت باید به این کاربرم من سطح دسترسی بهش بدم مثلا بگم که این کاربر چه کارهایی رو قرار انجام بده و اگر رو قسمت Alt Privilege بزنم به این کاربر همه سطح دسترسی رو دادم یعنی میتونه کاربر هم سلک کنه هم ایندکس کنه هم اینزرت کنه هم دیلیت کنه هم کرییت هم آپدیت همه کارها رو میتونه انجام بده و تو اکثر مواقع باید همین سطح دسترسی رو قرار داد تا اون به صلاح سایت ما بتونه کارهای لازم رو انجام بده من این قسمت میک چینج رو میزنم تا این تغییرات برای من اعمال بشه وقتی این پیغام رو میده میگه که این سطح دسترسی این کاربر به این دیتابیس اعمال شد میام این قسمت روی گوبک کلیک میکنم میام این قسمت که توضیحش رو میخوام بدم نگاه بکنید شما از این قسمت که این پایین اومدین کاربری که الان ساختین و اینو به اصطلاح متصلش کردیم به این پایگاه داده یعنی این کاربر رو متصل کردیم به این پایگاه داده شما میتونید این سطح دسترسی این کاربر رو از این قسمت حذفش بکنید اگه من این قسمت رو بزنم شما دوباره به هدایت میشیم به این صفحه و از این قسمت میتونید دوباره این تیک رو بردارین و و میک رو بزنید و یا میتونید یک یا چند تا به سطح دسترسی رو عوض بکنید نکته مهمی رو که باز باید اینجا یادآوری با اینجا بکنم این هستش که سطح دسترسی رو که شما اینجا تغییر میدین یا حذف میکنید یا ایجاد میکنید چیز رفتی به بقیه جاهای سی پنلتون نداره و صرفا به فقط داخل قسمت دیتابیس خب این بخش دیگه چیزی دیگه ای نداره و همه قسمتاش رو اومدم خدمت دوستان توضیح دادم تا جلسه بعد که در خدمت شما باشم شما رو به خدا میسپارم